داشته باشیم. آقای رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان. سلام آقای آزادی و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان رادیو. بسیار خوشحال هستیم با ضیق وقتی که داشتید، جلسات متعدد تونستین که این وقت رو بذارید بر روی خط باشیم، و اگه اجازه شما صحبتی دارید یا بریم سراغ سوال جوابا. اگر دوستان منتظرن شروع میکنیم، اگر که نشد بعدن باشه، پس این کارو میکنیم. وقت داشتیم صحبت خواهش. زمان داشتیم صحبت بعضی آیه رستمی عزیز، دوستی هستن که سالانه حدود 550,000 کرون درآمد دارن، ولی به خاطر یک سری مشکلاتی که داشتن، مسافرتی بودن، قبضایی رو ندیدن، یک سری قرض و قوله داشتن و کار به کرونا فوگدن میکشه. الان کرونا فوگدن اومده و کلیه حقوق ایشون رو به غیر از 13,000 کرون در ماهو بر میداره، یعنی 16,000 خورده‌ای در ماهو بر میداره و کلن 13,000 کرون برای ایشون هر ماه از حقوقشون میمونه، حالا تا این قرض بخواد که پاک بشه. ایشون میخوان ازدواج کنن. من تا اونجایی که یادمه، اگر درست گفته باشم، یعنی یادم باشه، 8500 کرون به علاوه کرایه خونه آدم باید باشه باشه، درسته؟ یا بیشتر؟ بله، اون اصطلاحاً همینطوره. اصطلاحاً بهش گفته میشه فوربهولسبلوپ. درسته. فوربهولسبلوپ همون مبلغیه که کرونوفوگ تعیین میکنه. یعنی نرم زندگی، حداقل زندگی اونه و به نظر میرسه کرونوفوگ بیشتر از اون از حساب ایشون برداشت نخواهد کرد. همون. سوال من اینه، اداره مهاجرت، اداره مهاجرت اگه ایشون میخوان ازدواج بکنن و همسرشون رو به سوئد بیارن، مبلغ 8500 کرون به علاوه کرایه خونه رو تعیین میکنه؟ چون ایشون 4000 کرون بیشتر کرایه خونه شون نیست. بله، همون مبلغ خواهد بود، یعنی بیشتر از اون هم اداره مهاجرت نیاز نداره. پس حالا ایشون 500 کرون هم اضافه داره در ماه. درست. آره دیگه، همون نرم رو ایشون به نظر میشه پر بکنه. ولی آیا این مسئله آفرین دقیقاً سوال اداره مهاجرت تأثیر خواهد داشت یا نخواهد داشت، چگونه تأثیر خواهد داشت، اون یه مقدار میتونه که زیر سوال باشه. ایشون سوالی رو که داشتن که در واقعیتش از شما میخواستن بدونن، آیا این تعیین این قیمت‌ها، این چیزها، آیا در جایی به عنوان قانون وجود داره که اگر ایشون تقاضا کردن که همسرشون بیاد، 2 سال ممکنه شاید مجبور شن طول بکشه، و ایشون بخوان بیان و بهشون جواب نبدن، آیا جایی قانون نوشته شده که ایشون بگن خب من مثلا 12000، من 13000 کرون درآمد دارم، شما 12500 کرون میخواین و من اون همه اون شرایطو دارا میباشم و درآمدم چه نزدیک 500000 کرون در ماه، جایی هست که اینو بتونن برن پیداش بکنن؟ قانون اینقدر جزئیات رو بیان نمیکنه. یک قانون چارچوب رو، اصول رو مطرح میکنه در خیلی موارد، مخصوصا در مورد مسئله مهاجرت، ولی اون نحوه بعضی از موارد رو هم به عهده خود تصمیم گیرار، به عهده خود اداره مهاجرت میذاره که اداره مهاجرت چه راه و روش هایی رو برای تفسیر قانون انتخاب میکنه. و این اطلاعات در اطلاعات زیادی در سایت اداره مهاجرت در این زمینه وجود داره، رقمهای دقیق در این زمینه وجود داره، ولی به هر حال نهایت دادگاه عالی مهاجرتی که قوانین رو تفسیر میکنه. و در این مورد خاص تا به حال چندین مورد دادگاه عالی بررسی کرده و مسئله روشنه. فوربهولسبلوپ همون مبلغی که کرونوفوگ معمولاً تسالانه تعیین میکنه و این به این مفهوم است که افرادی که در کرونوفوگ قرض دارند و در پرونده دارند، معمولاً یک نرم درآمد رو تعیین میکنن به اضافه هزینه‌های معمولی زندگی، و اداره مهاجرت نیز همون رو مبنا تصمیم خودش قرار میده در واقع تعیین مقدار درآمد. بنابراین البته این یه چیزی نیست که در یه جای خاصی فقط به این صورت واضح روشن نوشته بشه، ولی تفسیر قانون کلن بر اساس موارد مختلف، پیشنویس قانون هست، آرای دادگاه عالی هست، خود قانون هست، روش اداره مهاجرت، همه اینا در تصمیم گیری ها طبیعتاً تاثیرگذار میتونه باشه. مهم است تاثیر داره. بعد پس اگر که ما بگیم که این کرونوفوگدن، یعنی اداره مهاجرت با کرونوفوگدن ایشون کاری نداشته باشه، آیا مبلغ 13000 کرون که 4000 کرونش کرایه خونه است، کافیه برای اینکه آدم بتونه ازدواج بکنه و همسرشو بیاره؟
به نظر میرسه دقیقا رو مرز باشه. عرض میکنم اینکه آیا اداره مهاجرت از این موضوع ایراد بگیره که تو در چیز بس هستی در اینو نمیشه نظر، اینو اگه به قول شما در نظر نگیریم کلن، خب به نظر میرسه که ایشون این شرایط رو داشته. بسیار سپاسگزارم. اما دوستان عزیز فراموش نکنید که شماره تلفن های 08-23-98-98-38-43 در خدمت شما هست که میتونید مستقیما با جناب نیما رستمی عزیز وکیل بسیار خوب دادگستری سوئد در روی خط باشه. اما تلفن 070-439-81-94 برای فرستادن اسمس هست. فراموش نکنید که اسمس یعنی شورت مسیج سیستم، یعنی لطفاً 10 خط 20 خط ننویسید، اونم تازه با به لاتین که بسیار خوندنش سخت میشه. خب آقای رستمی، دوستی ازدواج میکنند، به صورت ازدواجی همسرشون به سوئد میان در تاریخ آگوست سال 2016. دو سال و نیم بعد یعنی دسامبر سال 2019 این عزیزان متاسفانه از هم جدا میشن. زمانی که اینها این خانم به سوئد میان، یک آپارتمانی رو ایشون داشته، یک خونه ای رو داشته که از قبل خریده بود، یعنی داشته، چیزی نبوده که همسرشون با خودشون آورده باشن یا بعدن خریده باشن برای استفاده. حالا منظور در ایران درست؟ نه خیر در سوئد. در سوئد این آقا در سوئد خونه داشته، زندگی میکرد. بله. حالا اینو با هم دیگه لفظی یک اکتنسکاپ فور اوردی با هم صحبت میکنن که آقا من این چیزی که دارم اگه ما جدا شدیم که قرارم نبوده جدا بشن، مالا هم دیگه باشه. حالا که جدا شدن، خانم رفتن و در واقعیتش اداره سوسیال تقاضای کمک مالی کردن که بتونن روی پای خودشون بیستن. اداره سوسیال برگشته به این خانم گفته اولا نصف مال و منال این آقا مال شماست، دومن ایشون مثلا کار داره میکنه، خیلی هم حقوق خوبی هم داره، نصف حقوقش هم مال شماست. و ایشون میگه آخه کدوم قانون کجا اینا رو نوشته چجوریه؟ آیا رسمی من از شما سوال میکنم، آیا یک نفر بعد از دو سال و نیم که به سوئد اومده، آیا 50% از اون خونه و زندگی و حقوق و همه چی مال ایشونه یا نه؟ و این شرایط ایشون چه شکلی هستش؟ ببخشید گفتیم بعد از چند سال؟ دو سال و نیم. یعنی آگوست 2016 تا آگوست 2016 ایشون ازدواج کردن اینجوری که ایشون گفتن و دسامبر 2019 طلاق فرستاده شده برای چیز، برای اداره. بله دو سال و نیم. سه ساله. بله 16 آگوست ازدواج کردن، دسامبر 19 طلاق گرفت. پس 3 سال و نیم میشه. بله درست. سه سال و چند ماه. به هر حال اولا که افراد موقعی که ازدواج میکنن بر این قصد ازدواج نمیکنن که بعدا طلاق خواهند گرفت. این که موضوع مشخصیه. به هر حال به همین خاطر است که در قوانین این آزادی عمل و یا آزادی انتخاب برای زن شوهرها گذاشته شده که موقعی که ازدواج میکنن اگر بخوان مسائل مالیشون با هم دیگه قاطی نشه و هر کس اموال خودش مال خودش باشه، اختیارش دست خودش باشه و اگر موقع فوت و یا جدا اتمام ازدواج در واقع این زن شوهر و اموالشون با هم تقسیم نکنن، خب یه قراردادی با هم بنویسن. اکتنسکاپ شروط اسم قرارداد هست و برای هر قراردادی شرط و شروط و شرایط وجود داره. از جمله شرط اینکه این گونه توافق‌ها، خب طبیعیه که یه قرارداد کتبی که باید نوشته میشه، خب افراد قبل از اینکه این رو تنظیم کنن بنویسن، بحث و گفتگو و شرایط و اینا رو مطرح میکنن. این مسئله خیلی طبیعیه. صرف گفتگو، حرف، توافق لفظی کافی نیست و این زن و شوهرها حتما باید موقعی که به این توافق میرسن این رو روی یک سندی امضا بکنند و اکتیوش میشه قرارداد و اکتنسکاپ سرور و این رو در سکات وکت حتما با پرداخت هزینه 275 کرون ثبت بکنند تا این قرارداد کتبی نباشه، امضای طرفین نباشه و این در سکات وکت ثبت نشه، این قرارداد هیچ، این توافق لفظی هیچ اعتباری نخواهد داشت. اون موقع طبق قانون در واقع در تقسیم اموال اینا رعایت خواهد شد، تقسیم خواهد شد، طبق قانون تقسیم خواهد شد و قانون هم میگه که افراد، زن و شوهرها، هیچ فرقی نمی کنه که قبل از همدیگه
قبل از ازدواج چه اموالی داشتن و در حین از ازدواج چگونه مالی کیه، کی تهیه میکنه، کی چقدر کار میکنه. مبنا اصلی برای اینکه این اموال زن و شوهرها بعد از کم کردن قرضهاشون جمع بشه و تقسیم دو بشه. این مبنا و قانون قاعده اصلی اینه. بعد میمونه که خب بعضی از زن و شوهرها یکیشون خیلی پول داره، یکیشون کمی پول داره، یکیشون درآمد زیاد داره، یکی اموال بهش میرسه، یکی اموال بهش نمیرسه، برشکست میشه، اموالش از دست میده و پسنداز داره، حقوق بالا داره. خب طبیعتا این یکی از دلایل میشه که بالانس درآمد و اموال خیلی با هم فرق میکنه. اون موقع اونی که خیلی اموال زیادی داره میتونه بگید که جان این عادلانه نیست که ایشون بعد از 3 سال وارد زندگی من میشه، با هم زندگی میکنیم، اموالمون رو 50-50 تقسیم بکنه. این یکی از دلایلی میتونه باشه که یکی از زن و شوهرها این قاعده اصلی رو رعایت نکنن. دلیل دیگه، یکی از دلایل دیگه اینه که مدت زمان ازدواج زن شوهر بودن خیلی مهمه. این مرزش 5 سال، اگه زیر بالای 5 سال باشه، بیشتر از 5 سال باشه، خب اول میگن قاعدتا باید تقسیم بشه، نصف تقسیم بشه. منتها اگر این طول مدت ازدواج زیر 5 سال باشه، بر ازای هر سال یکی از زن شوهرها میتونن که 20% از اموال خودشون رو برای خودشون نگه دارن و در تقسیم اموال محاسبه نشه. بنابراین این قرارداد اینا ندارن. دو، طبیعیه که وقتی طلاق میگیرند و اگر اموالی وجود داشته باشه و سوسیال نیست که تحقیقاتی میکنیم به نتیجه میرسی که اموالی در اینجا وجود داره که به این خانم هم قاعدتا از نظر قانونی تعلق میگیره، اونا انتظار دارن که اینا یه تقسیم اموالی انجام بدن و در این تقسیم اموال سهم خانم خب مشخص شه. اون موقع میفهمیم که به عنوان مثال یه موقع دیدی مثلا 200-300 هزار کرون خب به سهم ایشون شد. خب این 200-300 هزار کرون وقتی کسی که 200-300 هزار کرون داره یا میتونه داشته باشه عملا، خب طبیعیه که سوسیال شانس هم میگن هزینه اونا رو خرج کن، بعدا بیا درخواست کن. حالا آقای رستمی، اگر که ما سوسیال رو بذاریم کنار، اگر زن و شوهری با هم دیگه بعد از یک مدتی فرض میکنیم 5 سال از هم جداشن، آیا میتونه زن یا شوهر بگه که من نه هیچ مال و منالی نمیخوام، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار؟ اینو میتونه این کار رو انجام بده؟ بله، درخواست تقسیم اموال اجباری نیست. زن و شوهرها بعد از طلاق گرفتن میتونن که لفظی با هم به توافق برسن. البته این یه ذره خوب نیست، چون اعتمادی به این حرف وجود نداره. بعدن خانم میگه که مثلا نفهمیدم چی شد، آقا میگه که نه من انسان اعتبار نداره، این مثلا معنی نداره. و به همین خاطر این در این گونه موارد افراد آزادن که هر گونه که خواستن عمل بکنن. یکی از این نهایی که خب با هم به توافق رسیدن ما هیچی از هم دیگه نمیخوایم، خب اینو روی سند بیارن، امضا بکنن و در خط مرکز ثبت بکنن. اگر همچین توافقی صورت نگیره و روی سندی نیاد، قاعدتا تقسیم اموال صورت نگرفته. بعد ولی خب یکی از موارد نوع توافق‌ها شفاهی هم هست. تصورشو بکنین که زن و شوهری طلاق میگیرن و با همدیگه شفاهی هم به توافق میرسن که اینو من تو بردار، این مال من و مال تو، اینجوری زندگیشون جدا کنن. ولی بعد 10 سال یکی از اینا میاد میگه که نه آقا ما تقسیم اموال اصلا صورت نگرفته. اون موقع باید تقسیم اموال صورت بگیره. و خب طبیعیه که اون عمل انجام شده که بر اساس یک توافقی بوده، حتی شفاهی، اون موقع اون طرفی که به ضررش خواهد بود تموم میشه این پروسه، میتونه بگه که عملا ما این گونه توافق کردیم. کدوم طرف در دادگاه پیروز میشه معمولا؟ کدوم طرف؟ اونی که چون خب مثلا قانون نمیگه آقا شما خب اگه پول میخواستی تقسیم بکنی یا تقسیم اموال بکنی چرا 10 سال طول دادی حالا اومدی میگی مثلا میخوای چیز بکنی؟ حق تقسیم اموال هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشه. یعنی زن شوهر حتی بعد 20 سال هم میتونن برگردن و ببینن که با تقسیم اموال صورت بگیره، چون قبلا صورت نمیگیره. این حق از بین نمیره هیچ وقت. بله هیچ وقت نه، ولی طبق رأی دادگاه عالی حتی بعد 20 سال نیز یکی از زن شوهرها میتونه برگرده بگه که باید 20 سال پیش طلاق گرفتیم، تقسیم اموال نکردیم، الان باید این کار پس بکنیم. بهتره که رو کاغذ باشه.
بهترین روش اینه که حتی اگر هیچ چیزی رد و بدل نشه، هر که اموال خودش رو نگه داره یا یکی از اون هیچ نخواد، هم یک توافقی کتبی نوشته بشه و امضا بشه، خیلی به نظر میرسه بهتره. حالا بعد از امضای کمچی توافق کتبی، آیا شخصی که یکی از این اشخاص اگر که کارشون به اداره سوسیال بکشه، میتونن تقاضای سوسیال بیدراگ بکنن با در یه همچین حالتی؟ سوسیال و اداره مهاجرت روش خودشون دارن. یعنی در برخورد، در تصمیم گیری ها، خب یه سری مدارک حتما باید وجود داشته که باشه که به آدم به اونا استناد بکنه، ولی یه سری روابطی هستن که افراد میتونن عملا اون کار رو انجام بدن، ولی روی اسناد یک چیز دیگه رو مشخص بکنن یا نشون بدن. بنابراین وظیفه اداره مهاجرت و اون سوسیال اینه که به این گونه حرفها باور نداشته باشه و برداشت خودش رو در واقع اعمال بکنه. برداشت خودش اینه که میبینیم که زن و شوهر و دو نفر ازدواج میکنن، سند ازدواج هم حتی ارائه میدن، ولی خب اداره مهاجرت با یک سری تحقیقات که انجام میده به این نتیجه میرسه که این درست شما سند ازدواج دارید، ولی خب این ازدواج عملی شما سوریه به خاطر اقامت گرفتن، یه کارهایی رو انجام میدید اقامت بگیرید. حالا سوسیال هم قضیهش اینه، میتونه به این نتیجه برسه که آقا تو که حق داری از نظر قانونی یک مقدار پول به شما برسه، چرا ازش میگذری؟ آیا این نشان دهنده این نیست تو میخوای تقلب بکنی؟ یعنی این سوال همیشه میتونه به وجود بیاد و اونم به هر حال تفسیر خودشون دارن. آقای رستمی، من سریع چون دوستان منتظر هستن که روی خط بیان، آخرین سوالم رو میکنم. اگر جریان طلاق رو کنار بذاریم، آیا اکتنسکاپ فورود بعد از ازدواج مثلا بعد 5 سال هم میشه نوشته بشه؟ این سند اکتنسکاپ فورود هر موقعی که زن شوهر بخوان میتونه این رو تنظیم کنه. بله بسیار، چه قبل از ازدواج چه در حین ازدواج. بله بسیار سپاسگزارم. 2398 بفهمید بر روی خط هستید. خب ایشون قطع کردن. دوستی نوشتن که سلام، من یک کار سفید دارم، کار میکنم به صورت هیلتی، شیفت شب کار میکنم، آیا میتونم وام تحصیلی هم همزمان بگیرم و یک اوت بیلدینگ هم بگیرم؟ یا موقع اگه CSN تا اونجایی که من اطلاع دارم، درآمد فرد اگر از یه حد معینی در سال بگذره بهش وام نمیده. اون بیدراگه چی؟ بیدراگه تعلق میگیره فکر میکنم. بیدراگه فکرم تعلق میگیره. ولی خب مبلغش خیلی کم. بله کاملا. 2398 بفرمایید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم. سلام خدمت شما، خسته نباشید. خواهش میکنم بفرمایید. یه دونه شرکت تاکسی بلاگ دارم 4-5 ساله، ولی فریزش کردم، اصلا هیچ اینکمی هم رد نکردم واسه خودم و یه جایی من انستل هستم. بله. من میتونم که آکسا بگیرم اگر که کارم از دست بدم و آکس رو رد کنم و آکس رو بگیرم اگر که بعد شرکت شما لیگانده هستش؟ بله دیگه، ولی هیچ این کمس ندارم، نمیخوام ببندمش شرکت رو. آی رسانی؟ من دقیقا از این گونه مواد اطلاع ندارم، ولی به نظر نمیرسی که داشتن شرکت، خب شرکت در اینجا مفهوم خاصی نداره، خب میتونی شما اظهارنامه‌هاش رو ارائه بدین اگه من لازم شد، که ما اینجا فعالیتی نداشتیم و خب درآمدی آیتون نشده. بیمه بیکاری در واقع بر اساس کار شما و درآمد شما، میزان درآمد شما تعیین میشه. اگر شما از اون طریق افرادی هستن که هم شرکت دارن هم جای دیگه استخدام هستن، این موضوع که شما شرکت دارید به تنهایی نمیتونه مانع این باشه که شما بیمه بیکاری تعلق نگیرید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشید. آقای رسول دوستی نوشته قوانین دابلین در ارتباط با افرادی که می‌خواهند درخواست پناهندگی در کشوری بغیر از کشور صادر کننده ویزا بدهند، آیا بعد از 6 ماه از خروج ویزاست و یا این مدت افزایش یافته جهت درخواست پناهندگی در کشور غیر از کشور صادر کننده ویزا؟ بله، یه موردی که ما داشتیم همین اواخر این بود که به خاطر این مسئله کرونا، فرد رو علیرغم که شامل دابلین میشد هم به اونجا اون کشور صادر کننده ویزا پس فرستاده نشد و در نتیجه سوئد درخواست پناهندگی رو در بررسی خواهد کرد. بنابراین این موضوع 6 ماه همیشه است، یعنی کنوانسیون دابلین تغییر نکرده، قوانین تغییری نکردن، ولی مسئله عملی هست وجود داره، مشکل عملی در واقع پس فرستادن و یه اخراج وجود داره، چون
تو به خیلی از کشورها پروازی هستن وجود نداره، نمیشه مثلا افراد کشورها اصلا هیچ خارجی رو قبول نمیکنن که اجازه نمیدن که وارد اون کشور بشن. حالا این چند مدت ادامه پیدا خواهد کرد معلوم نیست، ولی این میتونه باعث بشه که به خاطر مشکلات عملی که در سر راه وجود داره این کنوانسیون دابلین اجرا نشه. آقای رسامی، من اگه اجازه بدید قبل از اینکه شنونده بعدی رو خط ببرم، در مورد اون دوستمون که در مورد شرکت اکسی بلاک صحبت کردن، توجه داشته باشید شما در حال یک مشاوره حقوقی با آقای رستمی نیستید و اگر که مایل هستین در مورد لیگاند بودن شرکت یک اکسی بلاک و حق و حقوق و مدل‌های مختلف و شرایطی که وجود داره، حتما باید به سایت، اگه اشتباه نکنم خدایا، یه سایت بوک فورنینگز نمدن یا اسکات ورکت باید رجوع بکنید و دقیقا سوال بکنید که شرایط خاصی برای لیگاند نگه داشتن یک شرکت اکسی بلاک وجود داره یا خیر. اینو من خواستم که گوشزد کرده باشم، فردا نگین آقای رستم میگفت. 2398 بفهمید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم از آقای رستمی عزیز. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من اقامت دائم ایتالیا رو دارم، بعد اینجا هم یه کار گرفتم با قرارداد سیتی. بعد کنترات دارم که کارت اقامت 5 ساله اینجا رو به من میدم. بعدش من متعهد هستم، می‌خواستم ببینم برای خانومم هم این کارت اقامت تعلق می‌گیره. خانم شما با همدی درخواست ندادیم من شما. نه خیر. ایشون اقامتی کجا دارن در حال حاضر؟ ایشون هم چون ایشون ازدواجی از طریق ازدواجی از ایران اقامت ایتالیا رو دادن اومدن با من. من اقامت دائم دارم ولی ایشون اقامت دائم رو ندارن. متوجه هستم، ولی اون موقعی که شما درخواست دادیم با هم درخواست اقامت ندادیم، درسته؟ درسته. اگه با هم بدیم میشه اونجوری؟ سوال من این بود چرا اینطوری نشده؟ یعنی چرا با هم تقاضا نکردن؟ چرا با هم درخواست در اقامت نکردین در سوئد؟ چون من اون موقع این قانونش رو نمیدونستم، برای همین برای خودم فقط چیز کرده بودم. من مشکلی نمیبینم از اینکه شما وقتی که در سوئد اقامت دارید به اعضای خانواده شما اقامت داده میشه، منتها در مسئله درآمد میتونه مسئله باشه که درآمد شما چقدر هست و کیفا به زندگی رو میدی یا نه. در مورد این مورد شما یک مقدار با اقامت‌های کاری فرق می‌کنه و بنابراین اقامت شما بر اساس اقامت کاری شما بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و اون جا در مورد در این مورد به درآمد و مسکن شما مثل افراد خارجی که در سوئد به خاطر کار درخواست اقامت میکنن برخورد نخواهد شد و یه مقدار متفاوته. بنابراین یعنی سخت‌تر میگیرن یا راحت‌تر میگیرن؟ متفاوته خوب یا متفاوته؟ راحت‌تر میشه. آها، درسته. خیلی ممنون، تشکر از شما. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین. مرسی، تشکر، خواهش میکنم. 98-38-43 بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم، بفهمید. خواهش میکنم. دوست عزیز نمیخواین صحبت کنین؟ الو دوست عزیز، خواهش میکنم از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. الو دوست عزیز، خواهش میکنم از طریق تلفن با ما صحبت کنید، بفهمید. خواهش میکنم. خب ایشون متاسفانه دارن رادیو گوش میکنن و با ما صحبت نمیکنن، احتمالاً مشکلی در تماس بوده که ازشون خواهش میکنیم مجددا زنگ بزنن، چون وقت بسیار کم داریم. این هستش که موقعیت به دیگر عزیزانمون هم برسه که بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم. 08-98-38-43 و 23-98. آقای رستمی، 401 میلیارد کرون کسری بودجه، نظرتون چیه؟ فرا کنیم بریم نخیر قراری که احتمال خیلی زیاد روش دیگه وجود نداره و از و فقط از طریق مالیات ها میشه که قرض گرفته خواهد شد، چون مسئله مالیات هم برطرف نخواهد شد، نمیتونه بشه چون هزینه خیلی بالاست و در واقع مالیات هم دیگه خیلی بالا نمیشه برد دیگه. روش های تکنیکال دیگه وجود داره. آقای رستمی، قرض گرفتن
من سریعا قبل از اینکه شنوندم رو از کنم، در یک همچین شرایطی که ما در یک همچین بحران مالی وجود داره، آیا همچنان اتحادیه اروپا که سالی حدودا نزدیک 50 میلیارد کرون ما حق عضویت فقط اتحادیه اروپا رو میدیم، باز هم اتحادیه اروپا این پولش رو میخواد؟ یا قوانین سر جای خودش هستن، اونا تغییر نخواهند کرد. بودجه سر جای خودشه، آدم‌ها سر جای خودشن، هزینه‌ها سر جای خودشه، فقط کسری درآمد وجود داره و اونم به جوری باید تعیین بشه و درست بشه. 23.98 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام کردم خدمت. خواهش می‌کنم بفرمایید با جناب رستمی بر روی خط هستید. ببخشید جناب رستمی، سلام خدمت. اگر یه سوال داشتم، اگر آدم خونه‌شو بفروشه میتونه سود خونش رو هدیه کنه به یه انجمن خیریه به جای اینکه اسکف بده؟ نه خیر، اون عملیاتش باید پرداخت بشه. اگه سودی عاید شده، بعد بقیه رو اگه دلتون مایل باشید میتونید هدیه کنید. مالیات رو نمیتونید هدیه کنید، منظور من اینه. بله، مالیات رو مجبوریم بپردازیم اضافهش اگه باشه. بله. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98.43 بفرمایید بر روی خط هستید. الو، بفرمایید لطفا. سلام علیکم. خواهش میکنم بفرمایید. خسته نباشید. یه سوال داشتم از آقای رستمی عزیز. میخواستیم ببینیم چند سال از اقامت بگذره میشه اقدام کرد واسه مدبوریه شدن و همین. چه جور اقامتی دارید؟ بستگی به نوع اقامت شما داره. صداتون خیلی بد میاد دوست عزیز، صداتون بسیار بد میاد. فرمودین چه جور اقامتی دارید شما؟ من اقامت دائم دارم، خانوادگی اجتماعی گرفتم. آها، یعنی پناهندگی در واقعیتش. بله بله. خب آقای رستمی بفرمایید. ممنون. بله. خب آقای رستمی بفرمایید. بله، مدت یکی از شرایط کسب تابعیت مدت زمان زندگی قانونی در سوئد هست. زندگی قانونی در واقع از تاریخی شروع میشه که فرد وارد سوئد میشه و یا با اقامت وارد سوئد میشه و یا به صورت پناهجو وارد سوئد میشه و درخواست پناهندگی میکنه و خب طبیعتا اون پروسه های مقدار محاسبش یه مقدار حالا از اون بگذاریم، ولی این که مدت زمان کلن زندگی در سوئد رو حساب بکنیم، برای شهروندان اسکاندیناوی 2 سال، برای افرادی خارجی هایی که در با یک شهروند سوئدی ازدواج می کنند و یا زندگی مشترک بدون ازدواج دارند 2-3 سال، برای پناهنده ها هم کاتگوری های مختلفی دارند، ولی برای اونا که استاتوس پناهندگی می گیرند 4 سال و بقیه بعد از 5 سال می توانند که در سوئد درخواست تابعیت بکنند و تابعیت کسب کنم. بله بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفهمید بر روی خط هستید. سلام آقای آزادی. خواهش میکنم، درود بر شما عزیزم. قربان شما. آقای رستمی، میخواستم سوال کنم، میدونم در مورد کار، اگه یه نفر یه کار مثلا چیزی داره اصل داشته باشه، بعد یه کار دیگه هم که بخواد 100% بگیره، امکانش هست یا نمیتونه، یا با کمتر مثلا 50%؟ در چه حالتی منظورتونه؟ مثلا یه نفر هست، یکی از دوستامون هست، میخواد. نه ببین، سوال من اینه که مسئله اقامت اینجا وجود داره یا نه؟ مسئله اقامت وجود نداره. خب هر کس هر چقدر دلش خواست کار میکنه، اگر جا هر چند تا استخدام میتونه داشته باشه، از بختش برمیه میتونه انجام بده. آها، همینو میخواستم. مثلا میتونه انجام بده از لحاظ مثلا اسکت و اینا، مشکلی که نداره براش؟ نه خیر، شما هر چقدر بیشتر کار کنید بیشتر مالیات میدید، چیز ضرری نداره. ممنون آقای رستمی. خواهش می‌کنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. خب آقای رستمی، این هیچ قانونی هم وجود نداره که یه انسانی مثلا 24 ساعت کار کنه نمیگن بهش که چیزه ها؟ هنوز فعلا مانعی وجود نداره. به هر حال بستگی به شغل داره، بعضی از شغل‌ها خب حساس، اونا اجازه داده نمیشه، مثلا رانندگی، رانندگی تاکسی، رانندگی. بله بله، بله، کاملا درست. خب اینا خب یه استراحت هایی باید ساعت هایی انجام بدن، خب اونا مانع اون گونه ای وجود داره، ولی نه اینکه نه مثل شما مثل من و هر کسی هر چقدر کار کرد کرد اونش نخواهش. خب دوستان عزیز شنواده، آیروس، امیدوارم برسیم جواب ایشون هم بتونیم بدیم. کمتر از 1 دقیقه یا 1 دقیقه و نیم فرصت داریم. بفرمایید بر روی خط هستید.
سلام. ببخشید من خواستم از آقای رستمی بپرسم. ببین من اقامت کاری دارم، بعد میخواستم بدونم که من دو جا اجازه دارم که کار کنم. کارم یکه، یعنی من همشنس هستم، هر دو جا همشنسه. نه خیر، همزمان شما نمیتونید در یک دو جا کار بکنید. در دو سال اول که اصلا نمیتونید جای شرکت دیگه ای کار کنید، یعنی اصلا امکانش وجود نداره. ولی در دو سال بعد شما به عنوان یک همون شغل خودتون در شرکت های مختلف کار میکنید، نه همزمان، بلکه یه ماه میتونید اینجا کار کنید، یه ماه شرکت دیگه، یه ماه سه ماه اونجا. اونگونه میشه، فقط به عنوان یه شغل. شما به عنوان اندکوچکا هستید، نمیتونید به عنوان آشپز جای دیگه کار کنید. نه نه، هر دو شغل یکیه. از کردم شرکت های مختلف همزمان نباید اینا در دو سال. نه، پس جواب شما نه هستش، همزمان نمیتونید. نه. آها، اوکی. قربان شما، موفق باشید. الو. آقای رستمی سپاسگزارم. حدود 15 ثانیه دیگه برنامه قطع میشه. به خاطر برنامه امروز ازتون سپاسگزارم. آقازاده و برنامه کوتاه بود امروز، ولی به هر حال رسیدیم. یک دنیا سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان خوب